سلام به یه ماهتون، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. تو این ویدیو قرار راجع به ماسک موهایی باتون صحبت کنم که بعد از اینکه از حمام اومدید روی موهاتون بزنید و این کار باعث میشه که هم موهاتون از حالت خشکی خارج بشه، اگر که دچار ریزش مو هستین درمان بشه، و از طرفی حالا اگر که پوست سرتون خشکه و مشکلاتی مثل پوسته سر و اینجور داستانا دارین، کاملا به واسطه این قضیه حل میشه. بریم سراغ این ویدیو ببینیم که سیستم به چه صورته. اما قبل از اینکه بخوام ویدیو رو شروع کنم، مثل همیشه اگر به موضوعات پوست مو سلامت زیبایی علاقه‌مندین، چنل یوتیوبمو سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و هر سوالی داشتین تو قسمت کامنت ها از من بپرسین. ماسک اول ماسک روغن نارگیل هستش. ماسک روغن نارگیل باعث میشه که از شکستگی موهاتون جلوگیری بشه، موخورتون رو کاملا درمان میکنه و یه جورایی باعث میشه که کلا موهاتون با روغن نارگیل کاملا درمان بشه. مواد لازم: یه قاشق غذاخوری روغن نارگیل، قبل از خوابتون روغن نارگیل رو داخل مایکروویو قرار بدید، هلوشه یه دقیقه بذارید کاملا گرم بشه و بعد روی موهایی که نه خیلی خیس هستش، یعنی یه جوری انگار که رطوبت موتون بمونه و آب موهاتون هم گرفته باشین، روی موهاتون بزنید و در صورت تمایل، برای اینکه حالا تاثیر خیلی بهتری بذاره، بهتره که شب تا صبح باشه و موهاتون رو به واسطه یه کلاه یا یه شال یا یه روسبی میتونید کاملا بپوشونیدش. از زدن روغن نارگیل بچه ها به ریشه موهاتون کاملا جلوگیری کنید، چون اگر که اصول این کار انجام ندید ممکنه که باعث ریزش موهای خیلی شدیدی بشه. نکته دوم، خب خیلی هاتون هم ممکنه بگید که آقا من دوست دارم که قبل از حمام این کار انجام بدم. بچه ها، این کار میتونید قبل از حمام هم انجام بدین. یک ساعت یا یک ساعت و نیم قبل از اینکه بخواییم به این دوش بگیرین، هر روغنی که حالا مد نظرتون هست و ترجیحاً طبیعی باشه، شیمیایی، مواد شیمیایی توش نداشته باشه، روی موهاتون بزنید و بعد حالا یک ساعت و نیم برید دوشتون رو بگیرید. ماسک بعدیمون آووکادو هستش، عسل و روغن زیتون که برای موی خشک آسیب دیده خیلی خوبه. نصفه یه آووکادو، یه قاشق غذاخوری روغن زیتون، یه قاشق غذاخوری عسل و 3 قطره اسانس. مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنید. وقتی که مواد با هم دیگه ترکیب شه، اون نوک انگشتاتون میزنید. بعد میزنینش روی موهایی که کاملا خیس هستش، از پایین شروع میکنید و به سمت بالا میزنید و در نهایت باز هم مثل قبل یه کلاه میپوشین و بعد هلوش مثلا چند دقیقه موهاتون رو کاملا سشوار میکنید. بچه ها، فقط من یه نکته بهتون بگم، اگر که این ماسک رو ترجیحاً به خاطر اینکه کسب کاری زیاد داره قبل از حمامتون استفاده کنید، به نظر من بهتره، چون خود آووکادو با وجودی که میوه هستش که قابلیت له شدن داره، عسل و روغن زیتون هم چیز خاصی نیست، ولی باز به نظرم این ماسک بهتره که قبل از اینکه حمام برید استفاده بشه. بعدی ماسک دارچین و روغن نارگیل هستش، برای کسایی که میخوام موشون رشد کنه. این ماسک رو هم ترجیحاً قبل از حمام استفاده کنید. یه چهار فنجان روغن نارگیل، یه قاشق شیرخوری دارچین، مواد با هم دیگه ترکیب کنید، از روی ریشه و به سمت پوست سرتون میتونید ماساژ بدید. بذارید یه هولوش 30 تا 45 دقیقه بمونه و بعد موهاتون رو به شامپو کنید و ماسکمون بزنید. یه نکته بهتون بگم بچه، ممکنه که دارچین واسه یه سریاتون خاصیت آلرژیزا داشته باشه، لطفاً قبل از اینکه این ماسک رو پوست سرتون تست کنید روی بازوتون تست کنید. اگه دچار التهاب، خارش، سوزش شدین، لطفاً این ماسک رو روی موهاتون نزنید. بعد این ماسک روغن کرچک برای موهای فرووز هستش. این ماسک رو میتونید بعد از حمام استفاده کنید. خود روغن کرچک رو به دستتون بزنید و دستتون انقدر به همدیگه مالش بدید تا یه مقداری روغن هم جذب پوست دستتون بشه، هم بهش گرما بخوره، و بعد یه لایه بسیار نازک روی نواحی که موهاتون اگه خشکه که مستعد وزی هستش، روی اون نواحی بزنید و کلا بذارید بمونه. ماسک بعدیمون ماسک برنج آووکادو هستش. این ماسک بچه‌ها ترجیحاً قبل از حمام استفاده بشه. آب برنج بچه‌ها باعث میشه که کلا موهاتون آبرسانی اتفاق بیفته،
و مواد لازم یه فنجون برنج، دو فنجون آب، یک دوم آووکادو. اول برنج رو تو آب خیس کنید، بعد با استفاده از الک دانه های برنج رو از آب جدا کنید، آووکادو له کنید، به آب برنج وقت اضافهش کنید و بذارید تو ماتون بمونه. این ماسک موی خونگی بعد از خروش 20 تا 25 دقیقه نیاز به آبکشی داره، یادتون باشه. ماسک بعدیمون عسل، موز، روغن نارگیل هستش. برای کسایی که موهاشون رو رنگ میکنن، دنبال این هستن که موهاشون یه مقداری خوشرنگتر بشه و یا تثبیت بشه رنگ موشون، به نظرم این ماسک خیلی خوبه. فقط این که اول موادش رو بهتون بگم، یه قاشق غذاخوری عسل، یه عدد موز و یک تا دو قاشق غذاخوری روغن نارگیل. مواد رو با هم دیگه ترکیب کنید، بذارید مدت 15 دقیقه موهاتون بمونه و بعد حمام کنید. نکته ای که هست بچه، بعد از این ماسک یا قبلش ترجیحاً شامپوهای بدون سولفات استفاده کنید اگر موتون رو رنگ کردین، چون این ماسک یه جورایی اگر که شامپوی با سولفات استفاده کنید، مواد که دارید توی ماسک موتون استفاده میکنید به خاطر شامپوتون ممکنه از بین بره تاثیرش و بهتره که شامپو بدون سولفات باشه. ماسک بعدیمون که ماسک آخرمون هستش، روغن نارگیل، شکر، که برای کسایی که کف سرشون شوره میزنه خیلی مناسبه. دو قاشق غذاخوری روغن نارگیل، 4 قاشق چایخوری شکر، 5 قطره روغن نعنا و 2 قطره روغن درخت چای. حالا اون دوتای آخر که روغن نعنا و درخت چای هست رو میتونید استفاده نکنید اگه ندارید، همون دوتا اولی کافیه. توی یک کاسه کوچیک روغن نارگیلتون و شکرتون و تمام موادی که گفتم با هم یه ترکیب میکنید، به مدت 1 تا 3 دقیقه به صورت دورانی به واسطه نوک انگشتاتون و کف سرتون ماساژ میدید و این کار باعث میشه که پوست سرتون کاملا سلای مدتون از بین بره، پاکسازی اتفاق بیفته و برای موهاتون فوق‌العاده هستش. ماسک بعدیمون هم که روغن بادوم و مایونز و ماسته که باز هم برای پوست سر خشک خیلی خوبه، که 2 قاشق غذاخوری روغن بادوم، 2 قاشق غذاخوری مایونز و 1 قاشق غذاخوری ماست. مواد رو با هم خوب ترکیب کنید، بذارید 15 تا 30 دقیقه بمونه و بعدم بشورید موهاتون رو. مرسی از اینکه تا این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. هر سوالی داشتید تو قسمت کامنت بپرسید، ویدیو لایک کنید و برنامه‌تون هم بفرستید. اگه تا الان هم کانال ما سابسکرایب نکردید، این اولین ویدیویه که دارید می‌بینید، خوشحالم شدم که کانال ما سابسکرایب کنید.